مرحوم آقای امینی رو دعوت میکنه. در اوج شهرت ایشون به ضیافت شامی در مکه که در مکه مشرف بوده، مکه یا مدینه، ایشون استکاف میکنن، فرمان نوان حرفامونو گفتیم، اصرار میکنن. ایشان میفرمان به یک شرط میپذیرن، به شرط این که بحثی و سخنی نباش. به هر حال با خودشون میگن حالا بذار بیاد یک کارش میکنیم. میگن باش. تشم میبرن، 80 نفر بودن، 70 نفر بودن، بزرگان آقایان، همه حفاظ حدیث، هر کدام 10,000 حدیث حفظ، 100,000 حدیث حفظ. نشستن شام رو که میخورن، اینها میخوان به یه بهانه‌ای سخن رو آغاز بکنن که بعد هیاهو بکنن، فحش بدن، دلشون رو خالی بکنن از آقای امینی. بهشون میگن، ایشون میگه شرط ما این بود که فقط ضیافت شام باشه. کسی از اینها میگه خیلی خوب، حالا که اینجوریه تیمونن تبرکن، از یک طرف هر کدام از آقایان حافظ حدیثن یه حدیث بخونن، که نوبت آقای امینی هم که رسید یه حدیث بگه مسئله سخن بشه. میگن خیلی خوب بفرمایید. یکی یکی حدیث میخونن، نوبت میرسه به آقای. خب شیخنا تفضل، شما یه حدیث، بالاخره شما که خودتون مسلمان میدانید، یه حدیث از پیغمبر بگید. شو میگه مانعی نداره، اما من به یک شرط حدیث میخونم. چه شرطی؟ فرمان من به یک شرط حدیث میخونم که بعد از اینکه حدیثی رو که خواندم، تک تک آقایان حافظ حدیثن، حافظ به کسی میگن که 100,000 حدیث حفظ باشه، نظر خودتون رو نسبت به سند این حدیث باید بگید. میگن مانعی نداره، می خالف بفرمایید. بفرماید نوینا به طرقنا عن رسول الله و به طرقكم عن رسول الله انه صلی الله علیه و آله و سلم قال، دقت کنید چقدر دقیقه، من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، ای میتت کفر و نفاق. حدیث تمام شد. صح بزرگ شد، میگه صحیح، صحیح میگه مضبوط. یکی یکی اعتراف میگیره از این 70-80 نفر که سند این حدیث در دیدگاه اهل سنت هیچ خدشه دار نیست، از پیغمبر صادر. فناسل حدیث رو همه تصحیح کردید. یک سوال دارم از شما، آیا فاطمه زهرا امام زمانش را میشناخت یا نمیشناخت؟ من هو امام فاطمه، امام فاطمه زهرا کی؟ سرا رو پایین میاندازن، ولم یعتو به جواب، چون ها اهل فن نه، یک رو بی سرا پایین، یکی که بلند میشن بدون صحبت میرن بیرون. بل خدا میداند، خدا رو شاهد میگیرم بر این مطلب که بنده در مسجد الحرام همین بحث رو کردم، شخص مقابل من که شخص ماهری هم بود در بسترش رو انداخته بود پایین میخندید. گفتم جواب بده، میخندید. من عصبانی شدم، میشه میخندی به چی میخندی؟ گفت به خودم. گفتم به خودت؟ بله. چرا؟ گفت موندم چی بگم؟ بگم نمیشناخت امام زمانش رو، باید بگم ما تتمیتتن جاهلیه، حاشا و کلا سیدت و بسال عربی کافر مرده باشی. بگم میشناخت امام زمانش رو، چطوری بگم ابوبکر امام زمانش بوده و حال این که بخاری گفته ما تت و هیه ساختتون علیه ما، در حالی از دنیا رفت که به شدت غضبناک برای مگه میشه انسان به امام زمانش غضب بکنه؟ فاطمه محکمترین برهان ماست. فاطمه زهرا که میاد به میان، هیچ پرده پوشی نمیشه در مقابل حقیقت کرد. پس دعوت به فاطمه زهرا، احیاء نام حضرت زهرا، احیاء عزای فاطمه زهرا، دعوت به توحید، گریه بر فاطمه زهرا و اون در سوخته و اون خانه آتش گرفته، گریه